درود به همه شما عزیزان. دوستان، من کلاس ها رو به صورت آنلاین برگزار می کنم و در این درس که امتحان آتسوای قسمت هورن رو تدریس کردم، تصمیم گرفتم که به صورت رایگان برای همه در یوتیوب دانلود بکنم، آپلود بکنم جولیگون. و امتحان آتسوای در اویف، اویسته و گوته تقریبا یک مدل هستش. من این فضا رو برای شما شبیه سازی می کنم و شما میتونید بشینید و جوابها رو گوش بدید، جوابها رو بدید و کم کم توضیح میدم. و لطفا برای همه اونایی که نیاز به آموزش زبان آلمانی دارند و به خصوص برای امتحان، باهاشون شیر بکنید. یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید و همچنین پیام های خیلی قشنگ شما به من انرژی داد تا من این ویدیوها رو در اختیار همه قرار بدم. خوشحال میشم بازم پیام هات رو بشنوم. خب با هم بریم تدریسی که در روز 6/6/2020 انجام شده بود رو با هم ببینیم. آزو، من این ویدیو رو الان برای شما باز میکنم، با هم گوش میدیم. سلام دوستان عزیز، امروز با هم هورن کار میکنیم، بخش برای امتحان آتسوای. خب عزیزان، الان تو این صفحه که میبینید صدای منو همه دارین؟ بله. اوکی. این امتحان هوغن آتسوای هستش. من ذره بزرگتر میکنم باز ببینید قشنگ. ببینید قسمت اول. خب در امتحان هوغن مهم این هستش که اول بخونیم متن رو. یعنی قبل از اینکه گوش بدیم باید متن رو بخونیم. خودش هم بهتون وقت میده. الان من این متن رو یه جوری میکنم، یه جوری بزرگش کردم که الان شما کل این سوالا رو میبینید. درسته؟ هورن قسمت انس. خب ما شروع کنیم به گوش دادن و خودش بهتون وقت میده. وقتی که وقت میده شما میتونید بخونید متن رو. نمیخونه. صدای کامپیوتر نداشتین؟ نه. آیه. من بعد الان براتون صدا رو شیر بکنم. صبر کنید. اوکی. پس دوباره میذارم. Übungstest 1. ÖIF Test neu. الان شنیدین؟ یا. اوکی. Dann machen wir weiter. Hören Teil 1. Aufgabe. Sie hören eine Nachricht auf Ihrer Mobilbox. Finden Sie die richtige Lösung für die Lücken 1 bis 7. Kreuzen Sie die richtige Lösung A, B oder C an. Sie hören die Nachricht zweimal ab. Sie haben jetzt 30 Sekunden Zeit, sich die Aufgabe durchzulesen. سی ثانیه بهتون وقت میده که اینا رو بخونید، این آفگابه یک تا هفت رو. Nummern 1 bis 7. Guten Tag, Frau Kaya. Hier spricht Berger von der Firma Mellinger. Sie waren ja letzte Woche bei uns zum Bewerbungsgespräch und ich wollte Ihnen sagen, dass wir Sie gerne anstellen möchten. Ihr erster Arbeitstag ist Montag, der 3. März. Kommen Sie bitte um 8.30 Uhr zu uns in die Fabrikstraße Nummer 17 und bringen Sie bitte Ihren Meldezettel mit. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich bitte an. Meine Nummer ist 934-56-421. Wir freuen uns auf Sie. Auf Wiederhören. Guten Tag, Frau Kaya. Hier spricht Berger von der Firma Mellinger. Sie waren ja letzte Woche bei uns zum Bewerbungsgespräch und ich wollte Ihnen sagen, dass wir Sie gerne anstellen möchten.
Ihr erster Arbeitstag ist Montag, der 3. März. Kommen Sie bitte um 8.30 Uhr zu uns in die Fabrikstraße Nummer 17 und bringen Sie bitte Ihren Meldezettel mit. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich bitte an. Meine Nummer ist 934 56 421. Wir freuen uns auf Sie. Auf Wiederhören. خب دوبار گوش دادیم. حالا با هم ببینیم اصلا این چی هستش. این توی این سوال یه تلفنه، خب یه نفر زنگ زده و گفت ان، باید توجه کنیم ببینیم کی زنگ زده. ام چه روزی، یه ترمین گذاشتیم با هم، چه روزی چه ساعتی و یعنی کجا گذاشته، بعد خیابونش رو بنویسیم، شمارهش رو بنویسیم، بعد نوشه میت برینگن، یعنی یه چیزی باید با خودمون بیاریم برای این ترمین. خب این خانم پشت تلفن گفت باید یه چیزی بیاریم. و شماره تلفن، معمولا شماره تلفن هم تو امتحان آنس میاد هم تو امتحان آتسوای. حالا یه دور ببینیم بچه، اگه بلنگوتون روشن هست لطفا خاموش کنید که صدای من رفلکت نشه دوباره برنگرده. ببینیم سوال یک جوابش چی بود به نظرتون؟ سوال یک جواب دادین؟ سی. سی، بله فکر میکنم درسته، سی بود. بچه راحت بود یا سخت بود؟ سخت. سخت بود. خب اگر سخت بود پس پیشنهادم اینه که اول بریم متنی که خانومه برای ما گفت و بخونیم با هم. این متنشه: Guten Tag Frau Kaya, hier spricht Berge von der Firma Mellinger. Sie waren ja letzte Woche bei uns zum Bewerbungsgespräch und ich wollte Ihnen sagen, dass wir Sie gerne anstellen möchten. Ihr erster Arbeitstag ist Montag, der 3. März. Kommen Sie bitte um 8.30 Uhr zu uns in die Fabrikstraße Nummer 14 und bringen Sie bitte Ihren Meldezettel mit. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich bitte an. Meine Nummer ist 93456421. Wir freuen uns auf Sie. Auf Wiederhören. این متن رو براتون گذاشتم اینجا که ببینیم این داره چی میگه. خب برای که اول کار، برای اینکه حقوقمون خوب بشه، خوبه که متن رو ببینیم و گوش بدیم تا بفهمیم اینا چجوری صحبت میکنن. خب الان این متن براتون اوکی هست یا اینکه باید ترجمه کنم براتون؟ اوکی استاد. اوکیه. خب پس بریم سراغ سوالا. وی گفت ان سه، به یه کمی اینجا سوالا رو پیچونده ولی از فیرمای مای میلینگا هستش. ان ویش تاگ کومن، چه روزی بعد بیایم؟ اگر کسی جواب نداد من میدم. خب بگید. دریت مرت. دریت مرت یا گناو دریت مرت. بچه ببینید دریتنو قسمت آ نوشته، الان میشه دریت مای، بعد دریت مرت میشه سه سه، یانوه فبرو مرت میشه سه سه، بمیشه درسته؟ خب بعد گفت چه ساعتی بیان؟ گفت منتق بیان 8.30. یا خب الان آ میشه ب میشه یا سه میشه؟ آ گفته هلب نان، ب گفته 18.30، سه گفته هلب 8. یعنی توی اینجا اتریش معمولا مثلا 8.30 تو آلمان هم البته همینطوریه، میگن هلب نان، پس میشه آ. درسته؟ درسته. درسته. خب بعد گفته ویلش شتراسه، گفت فابریک شتراسه، فابریک شتراسه قسمت سه هستش. بعد سال پنج، ویلش هاوس نوما، شماره یه چند بود؟ زیبسن یا سه. سه میشه، بله.
بعد نوشته سوال 6 نوشته میت برینگ، یعنی یه چیزی باید با خودم بیاریم. خانمه پشت تلفن گفت یه چیزی بیار. برینگن زی بیت ایره ملدتتل میت. یا گنو سوپر. اون شماره 7 شماره تلفنش کدوم بود؟ آه 56421 یا آه بودش. خوبه که یه کاغذ همیشه داشته باشیم بنویسیم اون چیزهایی رو که میشنویم. خودش هم تو این قسمت زرد رنگ چیزهای مهم و جاخایی گذاشته که ما پر بکنیم. خب الان میخواید این متن رو دوباره بشنویم یا بریم بخش بعدی؟ بخش بعدی بهتره به نظر من. بخش بعدی اوکی. خب پس بخش بعدی حقوقن به این صورت هست. سال 8 و 9 که داریم میبینیم با هم گوش بدیم. Ende von Teil 1. Hören Teil 2. Sie haben noch 2 Nachrichten auf Ihrer Mobilbox. Zu jeder Nachricht gibt es eine Aufgabe. 8 und 9. Kreuzen Sie die jeweils richtige Antwort A, B oder C an. Sie hören die Mobilbox zweimal ab. Sie haben jetzt 30 Sekunden Zeit, sich die Aufgabe durchzulesen. بازم بهتون 30 ثانیه وقت میدی که بخونید. Nummer 8. Grüß Gott, Firma Küchentraum. Sie haben bei uns eine neue Küche bestellt. Die Küche ist jetzt fertig. Bitte rufen Sie uns an, damit wir einen Termin zur Lieferung machen können. Danke, auf Wiederhören. Grüß Gott, Firma Küchentraum. Sie haben bei uns eine neue Küche bestellt. Die Küche ist jetzt fertig. Bitte rufen Sie uns an, damit wir einen Termin zur Lieferung machen können. Danke, auf Wiederhören. Nummer 9. Guten Tag. Hier spricht Müller von der Sprachschule Vienna. Sie haben vor 2 Wochen bei uns eine Englischprüfung gemacht. Wir haben Ihr Zertifikat schon bekommen und Sie können es persönlich bei uns abholen kommen. Wir sind jeden Tag von 14 bis 17 Uhr für Sie da. Guten Tag, hier spricht Müller von der Sprachschule Vienna. Sie haben vor 2 Wochen bei uns eine Englischprüfung gemacht. Wir haben Ihr Zertifikat schon bekommen und Sie können es persönlich bei uns abholen kommen. Wir sind jeden Tag von 14 bis 17 Uhr für Sie da. خب سال 8 من اینو قطع کنم صداشو. سال 8 چی میشه به نظرتون؟ سال 8 گفته که چی کار باید بکنیم. زی زولن یعنی شما باید آ سروک روفن ب آف اینن انروف ورفن س دی کوشه ابولن ناین آ یا گناو آ ایست ریشتیک آ درسته. خب متنش چی بود؟ متنش این بود گروس گاد فیما کوشن تام زی هبن بای اونز این نوی کوشه بشتد دی کوشه ایست یتس فرتیک. بیت روفن زی اونس ان. این مهمه. بیت روفن زی اونس ان. یعنی بعد ما بهش زنگ بزنیم. دامیت وی اینن ترمین سو لیفرونگ مخن کنن. تا اینکه بتونیم یه ترمین بذاریم برای آوردن اون آشپزخونه. دانک او فیده هرون. اوکی. پس بعد بهشون زنگ بزنیم در واقع.
یه خود سوالا رو ببینید، مثلا میگه دیکوش اپل میپیچونن، یعنی کلماتی که شما توی اون متن دارید هم میارن، ولی شما تمرکزتون رو بذارین روی اون چیزی که از شما میخواد. زی زولن، زی زولن زروکروفن. خب قسمت سوال 9، داس سرتیفیکات آ کان اوخ ایره توخت ابهولن، ب کومت پر پست تو اینن، س موسن زی زلبست ابهولن. اینجا کدومش درست بود؟ آ ببین، آ میگه که سرتیفیکات رو دخترتونم میتونه بیاد بگیره. ب میگه که ما از طریق پست براتون میفرستیم. سه میگه که شما باید خودتون سرتیفیکات رو بگیرید. حالا ببینیم چی بود متنش. Guten Tag. Hier spricht Mühle von der Sprachschule Vienna. Sie haben vor 3 Wochen bei uns eine Englischprüfung gemacht. Wir haben ihr Zertifikat schon bekommen und Sie können es persönlich یعنی خودتون بیاید این چیف بیارید، بای اونس اب هولن کومن، میگه شما میتونید تشریف بیارید اینجا بگیرید. Wir sind jeden Tag von 14 bis 17 Uhr für Sie da. خب تمام این متن سال 8 و 9 متوجه شده یا اینکه براتون به فارسی ترجمه کنم؟ متوجه شدیم استاد. اوکی اوکی، پس اینجا ببینید حرفی از تختا نزده تو این متن. خب پس قسمت آ میتونیم حذفش کنیم، حرفی از پست هم نزد که مثلا با پست براتون میفرستیم، پس بیرا میتونیم حذفش کنیم، میمونه فقط سه. یعنی اگر تو امتحان حتی کامل متوجه نشدین، استرس نداشته باشین که من نفهمیدم همه کلمات رو، میتونید حذف گزینه بکنید و جوابو به دست بیارید. زی موسن پرزونلیش ابهولن، یعنی das Zertifikat müssten Sie selbst abholen. خودتون میتونید سرتیفیکات رو بگیرید. خب دوستان عزیز، الان ما تقریبا 12 دقیقه بیشتر وقت نداریم، چون میدونید میتینگ های سوم محدوده 40 دقیقه برای من که به صورت رایگان دارم استفاده میکنم. حالا پیشنهاد من اینه که ما چون بحثمون هوغن هستش، من زیاد صحبت نکنم، شما میتونید چشماتون رو ببندید و دوباره این متن رو گوش بدیم، متنی که شنیدیم، خب کار کردیم با هم، دوباره گوش بدیم بخش 1 و 2 رو، بعد میتونیم با هم صحبت کنیم و یه مقدار پرسش و پاسخ داشته باشیم. اوکی؟ alle bereit؟ Übungstest 1 ÖIF-Test neu. Hören Teil 1. Aufgabe. Sie hören eine Nachricht auf Ihrer Mobilbox. Finden Sie die richtige Lösung für die Lücken 1 bis 7. Kreuzen Sie die richtige Lösung A, B oder C an. Sie hören die Nachricht zweimal ab. Sie haben jetzt 30 Sekunden Zeit, sich die Aufgabe durchzulesen. Nummern 1 bis 7. Guten Tag, Frau Kaya. Hier spricht Berger von der Firma Mellinger. Sie waren ja letzte Woche bei uns zum Bewerbungsgespräch und ich wollte Ihnen sagen, dass wir Sie gerne anstellen möchten. Ihr erster Arbeitstag ist Montag, der 3. März. Kommen Sie bitte um 8.30 Uhr zu uns in die Fabrikstraße Nummer 17 und bringen Sie bitte Ihren Meldezettel mit. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich bitte an. Meine Nummer ist 934-56-421. Wir freuen uns auf Sie. Auf Wiederhören. Guten Tag, Frau Kaya. Hier spricht Berger von der Firma Mellinger. Sie
Sie waren ja letzte Woche bei uns zum Bewerbungsgespräch und ich wollte Ihnen sagen, dass wir Sie gerne anstellen möchten. Ihr erster Arbeitstag ist Montag, der 3. März. Kommen Sie bitte um 8.30 Uhr zu uns in die Fabrikstraße Nummer 17 und bringen Sie bitte Ihren Meldezettel mit. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich bitte an. Meine Nummer ist 934-56-421. Wir freuen uns auf Sie. Auf Wiederhören. خب قسمت اول بود. دیگه قسمت دوم. Ende von Teil 1. Hören Teil 2. Sie haben noch zwei Nachrichten auf Ihrer Mobilbox. Zu jeder Nachricht gibt es eine Aufgabe. 8 und 9. Kreuzen Sie die jeweils richtige Antwort A, B oder C an. Sie hören die Mobilbox zweimal ab. Sie haben jetzt 30 Sekunden Zeit, sich die Aufgabe durchzulesen. Nummer 8. Grüß Gott, Firma Küchentraum. Sie haben bei uns eine neue Küche bestellt. Die Küche ist jetzt fertig. Bitte rufen Sie uns an, damit wir einen Termin zur Lieferung machen können. Danke, auf Wiederhören. Grüß Gott, Firma Küchentraum. Sie haben bei uns eine neue Küche bestellt. Die Küche ist jetzt fertig. Bitte rufen Sie uns an, damit wir einen Termin zur Lieferung machen können. Danke, auf Wiederhören. Nummer 9. Guten Tag. Hier spricht Müller von der Sprachschule Vienna. Sie haben vor zwei Wochen bei uns eine Englischprüfung gemacht. Wir haben Ihr Zertifikat schon bekommen und Sie können es persönlich bei uns abholen kommen. Wir sind jeden Tag von 14 bis 17 Uhr für Sie da. Guten Tag, hier spricht Müller von der Sprachschule Vienna. Sie haben vor zwei Wochen bei uns eine Englischprüfung gemacht. Wir haben Ihr Zertifikat schon bekommen und Sie können es persönlich bei uns abholen kommen. Wir sind jeden Tag von 14 bis 17 Uhr für Sie da.